سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی قسمت پنجم جلسه هشتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب شرح صدری و اصر لی امری و حلال من لسانی یفقه قولی در باب لذت معلوم شد که ما باید باید که چرز کنم حتی مجبوریم لذت رو مدیریت کنیم یعنی بعضی از لذت ها رو باید محدود کنیم بعضی از لذت ها رو اصلا نباید ببریم حتی فکرش رو نکنیم بهتره بعضی از لذت ها رو باید به اندازه کافی ازش بهره برداری کنیم و حتما هم ازش بهره برداری کنیم بعضی از لذتها رو زمان گذاری باید بکنیم بعضی از لذتها رو هم باید توانایی لذتبریش رو به دست بیاریم چون بسیاری از لذتهای برتر که اتفاقا لذت بیشتری هم دارن اینها به صورت بلفعل برای انسان مقدور نیستن مثال دنیاییش اینه که اگر کسی بخواد لذت شنار شنا رو یا لذت اسکی رو لذت برخی از این ورزش های فرح بخش رو ببره حتما باید یه مهارت رو به دست بیاره و الا نمیتونه خب به جای شنا کردن میره غرق میشه و به جای اسکی کردن دست و پاش خواهد شکست یه مقدار باید یه توانایی هایی کسب کنه تا بعضی از لذت ها رو ببره لذت‌های اکتسابی ما هم همین طور هستند در امور معنوی بعضی از لذت‌ها باید آدم استعدادش رو پیدا بکنه کمی انس بگیره کمی اهل اون لذت‌ها بشه در روایات هست کسی که لذت حکمت رو بچشه دیگه به کم حکمت قانع و راضی نخواهد بود و به حداقل لذت حکمت قناعت نخواهد کرد ما باید لذت رو مدیریت کنیم خب کی میتونه لذت رو مدیریت کنه کسی که غرق لذت اسیر لذت مست لذت نباشه نه اینکه که قرق لذت نباشه منظور اینه که زیاد لذت نبرده باشه نه از نظر روحی زیاد گدای لذت نباشه در روایت عبارت شریفی از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت میفرماید که رأس الافات الوله بلذات رأس آفتها اینه که آدم وله به لذت پیدا بکنه وله به لذت پیدا کردن یعنی چی؟ رأس الافات الوله و میگن فلانی ولع داره این اتفاقا تو فارسی هم گاهی استفاده میشه وقتی انسان خیلی گشنه گدای لذت باشه خیلی اسیر لذت باشه به این معنا که مبادا این لذت رو از دست ندم خیلی فکر بکنه درباره لذت ها خیلی دنبال این باشه که لذت های خودش رو افزایش بده و یه حالت ندید بدید یا اقدهی داشته باشه نسبت به لذت اینوش میگن وله وله داره نسبت به لذت بعد امیرالمومنین المومنین این رأس آفاته یکی از حالا لوازم این معنا شاید همین باشه که کسی که وله به لذت ها داره که نمیتونه بشینه درباره لذت ها فکر کنه که نمیتونه بشینه لذت رو مدیریت بکنه نمیتونه خودش رو فاصله بده بعد با فاصله شروع بکنه به کار کردن درباره لذت ها نمیتونه صبر بکنه خب وله لذات رو باید چجوری ازش فاصله گرفت یکی از راهاش اینه که آدم فکر نکنه به لذت ها زیاد یکی از راهاش اینه که آدم گول لذت های دیگران رو نخوره خیلی وقتا ماها گول لذت ها های دیگران رو میخوریم مخصوصا تو این وضع جدیدی که پدید اومده دیگه فیلمش هم میسازن دیگه کاملا خیالی بابا زندگی هیچ کسی اینجوری نمیشه اینا دروغ تو این فیلم ساختن دیگه نه دیگه تو این فیلمه قشنگ برات آگراندیسمان میکنن و مرتب میکنن و میان در معرض دید شما قرار میدن خیلی آدم میفهمه میتونه بفهمه یا سخت بفهمه نمیدونم که زندگی با این چیزی که توی فیلمها نشون میدن خیلی متفاوته ما اگر قبلا از رنج صحبت میکردیم که بیاد این رنج رو بپذیریم بیاد اصل بودن رنج در حیات دنیا رو برای خودمون قطعی بدونیم به همین دلیل بود که یا به یکی از اون دلایلی که میشه اشاره کرد این بود که از اسارت این فیلم هایی که زندگی دروغین سرشار از لذت برای ما معرفی میکنن نجات پیدا کنیم بذارید همینجا من یک معرفتی رو در باب لذت ها از امیر علی علیه السلام برای شما عرض بکنم میفرماد به قدر لذت یکون و تقسیس به اندازه ای که لذت میبری همون مقدارم قصه خواهی خورد حالا برو ببین چیکار میکنیم ای بابا آقا نفوس بد نزن این نفوس بد نیست این قاعده دنیاست عین این مونه که به شما بگن یه روزی از دنیا خواهی رفت آقا زبون تو گاز بگیر خب باشه یه شبی از دنیا خواهی رفت نگو این حرفا رو خب باشه بین و طول و این. بالاخره یه وقتی از دنیا خواهی رفت یه خارج از زمان که نیست ما که نگفتیم کی یا حرف منفی نیست اینها واقعیت هایی است که آدم باید با واقعیت لذت ببره اون وقت لذت واقعی هم خواهد برد از کسی بخواد اسیر لذت ها نشه یه کمی این روایت رو بهش نگاه کنه هر چقدر لذت ببری به قدر لذته یکون و تقصیص همونقدر هم قصه خواهی خورد حالا یه وقتی یه جوری نشد که لذت ببری از یه قضایی دیدید بعضی وقت آدم تراحی میکنه یه غذای خوشمزه درست کنه و بله به یک مهمونی عالی بده و دیگه حالا خیلی از مقدمات رو فراهم کرده همه چی خراب میشه واقعا اینها دست خداست تو رو خدا ببینیم خدا رو این وسط ها تا خدا زد کاس کوزه ما رو به هم زد ناراحت نشیم بگیم خب حالا بنا بود گوشی دستمون بیاد یه حکمتی داشته یا زیادی داشتیم غرق شدیم یا یا خیلی چیزای دیگه گاهی بسات عیش خودش جور می شود گاهی به صد مقدمه ناجور می شود یعنی هر چی مقدمه فراهم میکنیم نمیشه اینا همون عرفت الله به فسخ الاعظیم است که بالاخره آدم باید با این جور مسائل قشنگ کنار بتونه بیاد ولَه به لذات نباید داشت ولَه به لذت آدم داشته باشه دیگه نمیتونه لذت رو مدیریت کنه نمیتونه این حرفا رو بفهمه آدم باید یه مقدار آرام باشه البته آدم هم که شدیدن تو رنجه اونم نمیتونه خوب بفهمه آدم هم که شدیدن تو رنجه نمیتونه خوب تجزیه تحلیل بکنه چون مدیریت لذت دقیقا مدیریت رنج هم هست حالا در این باره نکاتی رو عرض خواهم کرد یکی دیگه از راه های مدیریت نکردن لذت که حالا ما اینا رو از قدیم میگفتیم ولی دیگه الان بهتر از اینهاش اومده که همون فیلم ها و این فضاهای مجازی هست ننشستن پای کسانی است که خیلی فیلم سیاسفید و رنگی تعریف میکنن و ننشستن با آدم است که آدم ها رو حریص لذت های دنیا میکنن کسی لذت کم ببره تحقیرش میکنن توهین بهش میکنن کسی لذت نبره او رو مذمت میکنن کسانی که لذت میبرند و لذتاشون رو چند برابر پیش ما تعریف میکنن خدا انشالله زبان اینا اینجور آدم ها رو قطع کنه که همه آدم ها رو ذهنشون رو خراب میکنن و چون واقعش که اینجوری نیست البته دیگه الان ما زیاد به مکالمه نیاز نداریم دیگه اینجور رسانه ها اومدن جای اینجور مسائل رو پر کردن گاهی از اوقات فرمودن که با کمتر از خودت بنشین با کسانی که به کمتر از لذتهای تو قانع با اونها نشست و برخواست کن با محرومین به طور مشخص نشست و برخواست کن و از زندگی خودت بیشتر لذت میبری خیلی فنیه ای ها این توصیه خیلی روشن همه هست تو تا آدم تجربه نکنه با زبون نمیشه یعنی ما اینجا بشینیم از محرومین حرف بزنیم نه بریم تو محرومین به همین دلیل صدقه رو بهتره که خودت بیواسطه بدی این که میندازیم تو صندوق صدقات اینم نتایج زندگی مدرنه و در واقع خیلی از اوقات باید گفت غلطه کمیته امداد حالا یا مؤسسات خیریه نمیدونم باید سیستم ها رو طراحی بکنن که افراد بتونن محرومینی رو خودشون شناسایی کنن یا اینا شناسایی کنن ما محروم برای تو شما شناسایی میکنم آدرس هم میدیم یه هفت هفته یه بار میخوای بری توی منطقه محرومی اگه نیست منطقه شما تو محرومی نیست آدرس میدیم هفتش تا خانواده خودت برو رسیدگی کن ما بررسی کردیم آبرومنده آقا این خودش میره قشنگ رسیدگی میکنه باشون میشینه بلند میشه بچه هاشون زی نظر این بزرگ میشن میبینه زندگی اونا رو از نزدیک امیر رئیس حکومت بود داره خودش این کار رو میکرد این خیلی فرق میکنه به صندوق صدقات که وقت چشمت به فقیر نخوره البته خیابونی و بیابونی هم خوب نیست آدم اینجوری مستقیم بخواد با فقرا ارتباط داشته باشه که نمیشناسه مثلا یه باب یه چهره شهر مؤمنین رو زشت میکنه و اونم بالاخره مسئله است که باید جمع بشه ولی نگاه کردن به محرومین اجازه و امکان مدیریت لذت رو به انسان میده جدا از اینکه کلا لذت انسان رو از زندگی افزایش میده نکته دیگری که امکان مدیریت لذت رو برای انسان فراهم میکنه مدیریت لذتی که دیگه جلسات قبل مفصل در موردش صحبت کردیم دیگه و این جلسه هم اجمالا عرض کردم این هستش که آدم کمی فکر بکنه درباره لذت آدم حسابیا لذت مذاکره علم مجالست با علما یه لذتیه بالاخره فرمودن این لذت مخصوص اولیاء خداست لذت حکمت لذت ذکر یا لذت سهرخیزی از سهر و علز المنام سهر بیدار بشید شما برای خوابتون لذت بخشتره یعنی خواب شما رو لذت بخشتر میکنه سهرخیزی میکنی بیدار خوابی سهرگاهان البته در وقت مناسب خودش داشته باشی خوابت لذت بخشتر میشه دیدی آدم سحر و بین و طلوع این با هم پشت سر هم به خواب داغون از خواب بلند میشه خسته است حالا باید بره یه جای دیگه خستگی خوابش رو برطرف بکنه خواب خوش خواب لذت بخش اینه که شما قسمتیشو نخوابی در مورد لذت کسانی که از عبادت از یه نوع زندگی مثل این نوع زندگی لذت میبرن فکر کنیم به لذت زندگی اونا نگاه کنیم اینجا دیگه فیلمسازا باید بیان برای ما یه فیلم هایی بسازن من بارها اون مثال زیاد نمیخوام فیلم های خارجی رو تبلیغ بکنم ولی لذت کتاب مقدس خوندن اون جوان یهودی در فیلم بیگانه ای در میان ما بالاخره به مخاطب منتقل میشه یه جوری قشنگ گرفته بود اینو دستش زیر نور چراغ وسط حیات داشت مثلا کتاب مقدسش میخوند که خیلی قدرتا صحنه پردازی اینا قشنگ به ذهن ما لذت بردن او رو منتقل کرده بودن میتونن فیلمسازا خیلی کارا میتونن بکنن حالا وقت ندارن یا کارهای مهمتر دارن نمیدونم ولی اینکه لذت معنوی رو آدم از اهل معنا بچشه ببینه درشون این لذت رو و بهره ببره اینا آدم رو به فکر میندازه من چیکار کنم به اینجا برسم من چیکار کنم لذت ببرم <applause> خب پس اصل مدیریت لذت یه مقدماتی داره اجمالاً این مقدمات رو یه اشاره کردم ولی شما برای اینکه بتونید بازم مدیریت بکنید لذت رو یعنی لذت رو گاهی محدود کنید گاهی توانایی خودتون رو برای لذت بردن از نوع لذت های برتر افزایش بدید گاهی از بعض از لذت ها بگذرید چشم و دل دنبالش نمونه اسیرش نشین گاهی برای این اون حرفی که در جل جلسه قبل زدیم لازمه اون حرف چی بود؟ که آقا ما اصلا باید لذت ببریم چون بخشی از مدیریت لذت لذت مثلا مزر نبردنه ولی بخشی از مدیریت لذت حتما باید لذت مفید ببریمه و ما باید لذت ببریم آخه انسان حریص به ما منع میشه هرچی بهش میگی لذت نبر بعد فکر میکنه چه خبر مرغ همسایه قازه حتما نه تو باید لذت ببری تو نباید داغون باشی حتی در فکر لذت بردن دیگران هم باید باشیم انسانیت به اینه که تمهیدی مقدمه ای برای لذت بردن دیگران فراهم بکنیم در روایت داره که میفرماد رفقای دینید که اهل بگو به خند هستن رفاقت تو با اونا قطع نکن لذت میبری از گفتگوی با اونا اهل خوشو بشن اهل با مزه حرف زدن و مزه پراکنی هستن نه حالا تمسخر و اینا بعضی از آدما دیدی آدم از مجالساتشون سیر نمیشه مجالست مجالسات تو با اینا قطع نکن باشه تو از رؤیت اینها از گفتگو و مصاحبت با اینا لذت میبری اینا یه آدمایی هستن که دیگران رو بهشون لذت میرسونن گاهی از اوقات بودن بعضی از گناهکارا پیغمبر اکرمو خندوندن همون موجب مغفرتشون شده شاد میکنن مؤمنین دیگر رو این خوشمشرب بودن خیلی توصیه شده نه تنها ما خودمون باید از زندگی لذت ببریم بلکه به جلسه قبل این نکته هم اضافه کنیم که باید لذت برسانیم به دیگران رئیس خانواده است میفرماد داری وضعیت خانواده رو بهبود ببخش نظر مثلا زیادی فکر سرمایه گذاری و بهره بیشتر از دنیا بکنی اینا رو تو مزیق قرار بدی کسی که داره باید اهل و ایالش رو راحت بگذاره بعضیا میگفتن آقا این راحت بگذاری خب من الان باید یه تجهیزاتی بخرم اینا راحت تر بشن اسراف نیست با زهد و با اینکه من خودم اصلا دوست دارم سخت زندگی بکنم این چجوری جمع میشه گفتم حالا دیگه صدقه سر خونوادت راحت زندگی کن بگو خدا من این لباس رو گرفتم برای هم اینا اینجوری راحتن بعد دیگه تو هم تو اون وسایل لذت رو میبری دیگه این مقایر زهد نیست بود امام حسین علیه السلام دیگه به خاطر خانوادهش توی اتاق مرفه تری زندگی میکرد به حدی که بعضی ها اعتراض میکردن حتی به حضرت پشتی و پرده و اینا خیلی مرتب بود خونه امام حسین علیه السلام حالا اون مسئولین سیاسی باید زاهدان تر زندگی کنن یه مقوله دیگه ایه ولی کلا توصیه نشده که آدم سخت زندگی بکنه مگر اینکه محرومینی باشن مگر اینکه آدم مجرد باشه مگر اینکه آدم مسئول باشه توی شرایط خاصی محرومیت توصیه میشه گفتم آقا جون تو دوست داری خیلی خاکی تر زندگی کنی اما الان صدقه سر خانم بچه‌هاتون و فامیلشون و شأنشون یکم راحت تر زندگی کن به اصطلاح ضرر نمی کنی مقایرت با اون زهدم نداره حالا همیشه هم با اینجور چیزا آدم ها شاد نمیشن ولی گاهی از اوقات میتونه اینجوری زمینه لذت بردن دیگران رو آدم فراهم کنه اگر کسی فکر بکنه اصل بر اینه که اصلا لذت نبره کم لذت ببره حریصه به لذت میشه حریصه به لذت که شد مدیریت نمیتونه بکنه لذت رو آقا دین از شما مطالبه میکنه چرا لذت نمیبری؟ چته؟ چه مرگته؟ حسودی؟ بخیلی؟ حسود میدونی لذت نمیبره حسود نمیتونه لذت ببره آسودگی نداره همیشه هم خودش اذیت میشه هم دیگران رو اذیت میکنه یا افراد مختلف آدم بخیل لذت نمیبره یه سری از لذت ها رو آدم بخیل نمیبره اصلا نمیفهمه از اون چیزهایی که خودش هم داره لذت نمیبره سفره انداختن و دیگران سر سفره او غذا خوردن اینو ازش لذت نمیبره یه قصه بزرگ متاسفانه یک کمی زربال های مسخره هم بین ما باب شده توی این بحث مهمونی های عید و اینا که حالا به شوخی میگن ولی حالا بعضی هم واقعا این شوخیشون منشأ جدی داره دق مرگ میشن یه مهمون بره خونهشون غذاشون رو بخوره عاجلشون رو بخوره میوهشون رو بخوره واقعا بعضیا ما باور نمیکنیم ولی وقتی که تو برخی از دقت ها آدم مواجه میشه میده واقعا ناراحت میشن لذت نمیبرن میفرماد آدم شریف مؤمن در روایت های مختلف اومده کسی که از سر سفرش بشینن بخورن لذت میبره ولی آدم پست آدمیه که بیشینه سر سفره دیگران لذت ببره این بیشینه بخور مفتکی بیشتر لذت میبره ولی اون یکی نه آدم خوب ما باید امکان مدیریت کردن لذت رو برای خودمون فراهم کنیم یکی از راهاش اینه که از خودمون مطالبه ی لذت داشته باشیم ما خیلی آدم درب داغونی هستیم که لذت نمیبریم بریم خودمون رو درست بکنیم که لذت ببریم باید بالاترین لذت ها رو ببریم حالا یه شبهه جلسه قبل پیش اومده بود چند نفر سوال کردن من اون شبهه رو هم جواب بدم که آقا شما قبلا میگفتید یه نفر سوال میکرد که من چیکار کنم از نماز لذت ببرم بهش میگفتیم که آقا شما از نمازم میخوای لذت ببری پکی میخوای آدم شیم بعد الان یعنی کلا ما رو انداختی تو این وادی که نماز سختم باشه تلخم باشه بخونیم دنبال لذتش نباشیم کار سخت آدم میکنه رشد میکنه رنج آدم رو رشد میده حالا میگی که باید لذت ببری این با اون حرف چجوری جمع میشه خیلی راحته بعضی ها میخوان مفتخوری کنن بدون اینکه هیچ رنجی بکشن همجوری حلو راحت ببره تو گلو لذت ببرن از عبادت اونها اهل تحمل رنج نیستن بعضیا میخوان ورزش نکنن اما موقعی که مدال تقسیم میکنن جا جای آقای رضازاده برن طلا بگیرن هی هم اینجوری اینجوری کنن به همه خب یه وزنه بزن لا اقل صد تا هم بزنی نمیتونی جای اون مدال طلا بگیری به برنزش هم راضی نیستن میگه آقا من چیکار کنم من نماز لذت ببرم بله اولیاء خدا از نماز لذت میبرن ولی از لذت بالاتر چیز دیگه میبرن و اونی که دوست دارن لذت ببرن از رنجی که در راه خدا میکشن اینا قابل جمعه با هم اونی که مفتکی میخواد بیاد فقط لذت ببره از باب لذت میخواد نماز بخونه بله ما اون رو میتارونیم میگیم اینجا هم میخوای لذت ببری دنبال دل خودت هستی اما اونی که مدیریت لذت میکنه حاضر میشه به خاطر لذت های برتر رنج بکشه بعد چرا تن به رنج میده میگه آقا دنیا پر از رنجه من اگر رنج حساب شده و منطقی انتخاب نکنم استقبال نکنم به پیشوازش نرم این رنجا رو نکشم رنجای تحمیلی بهم به بار خواهد شد مدیریت لذت مدیریت رنج هم هست حالا پس قبل از این دو اینکه این دو رو کنار هم بگیم ارز بکنم که آقا از نماز میشه لذت برد بله کیا از نماز لذت میبرن کسی که حاضره برای نماز رنج بکشه اول آدم باید برای نماز رنج بکشه بعدن باید دوست داشته باشه این رنج کشیدن در نماز رو چرا؟ آنجا یه حرف اساسی به وجود میاد که آدم یه مقدار عمیقتر مجبوره یه حرفایی رو بزنه رفقا بالاترین لذت چیه تو زندگی که آدم هیچ ازش خسته نمیشه روایت هست امیر علی علیه السلام میفرماید هر لذتی ملول کننده است انسان بعد از یه مدتی ازش زده میشه جز یک لذت اگه گفتید اون لذت چیه لذت غذا خوردن لذت نوشیدن لذت دیدن صحنه های خوب لذت هر چی دیگه چی شنا کردن لذت تنفس در هوای بسیار مفرح لذت بویدن عطر لذت های دیگری که توی زندگی مادی ما هست اینا همش ملول کنند است تو دنیا اینجوریه دیگه آخرت که نیست در آخرت داره لذت یه غذای خوشمزه چهل سال براش میمونه میگه آخ آخ چه لذتی داشت حالا تازه غذای بعدی هم میاد چه استعدادی خدا اونجا میده به ما برای لذت بردن خیلی عجیبه خدا انشالله نصیب هممون بکنه لذت بردن اون دنیا رو استعداد با آدم میده برای لذت بردن کدوم لذت تو دنیا که آدم هیچ ازش خسته نمیشه لذت حیات لذت بودن هر موقع میخواد جونش رو بگیره میگه نه نه من هنوز سیر نشدم دیگه انقدر لهش میکنه خدا که دیگه میگه خسته میشه میگه بگیر بابا بگیر میگه بلمون کن یعنی این فرسودگی دوران پیری نباشه هیچ که نیست جون بده خدا هم که دل بندگاه خودش رو میخواد مراعات بکنه هیچی میفرماد در روایت که یه جا خدا بیشتر مردد نمیشه اون وقتی میخواد جون بنده مؤمنش رو بگیره این میگه من دوست ندارم خدا میفرماد ای من چیکار کنم الان خدا میفرماد مردد میشه میگه دوست نداره آخه من دوست دارم بیام این دوست نداره به نفشه بیاد چیکار کنیم الان یه جوری راضیش میکنه یکی از راهای راضی کردن بندگانش این پیریه دیگه آدم انقدر از پیری خسته میشه راضی میشه به مرگ و اللا لذت حیات هیچ وقت ملول کننده نیست البته ما بعد از حیات هم باز هستیم حیات داریم و میتونیم لذت بودن رو ادامه بدیم منتها به ظاهر نمیاد به چشم که نگاه میکنیم احساس میکنیم دیگه داریم میریم مثل اینکه بودنمون داره از بین میره انسان از بودن خودش بالاترین لذت ها رو میبره که البته زیل این لذت های دیگه ای هست که حالا بعد از عید انشالله این بحث اگر ادامه دادیم انشالله در مورد اونها صحبت خواهیم کرد ولی از این لذت بالاتر که لذت وجود خودش چیه علامه تبا تبایی میفرماد به نظر دقیق علمی وقتی نگاه میکنی انسان بالاتر از لذت وجود خودش از چی لذت میبره؟ از پروردگار خودش از خدای خودش اتصال به پروردگار خیلی لذت بخشه انسان از خلقت خودش از وجود خودش بالاترین لذت رو میبره و بعد از این بالاترین لذت از این لذت بالاتر از خالق خودش بالاترین لذت رو میبره این نه به تجربه ما به این سادگی بخواد ثابت بشه چون ما هنوز به اون حد نرسیدیم ولی به نظر دقیق حکیمانه آدم بخواد نگاه بکنه به اینجا میرسه خدا انشالله فهمشو به ما بده ما اگه این فهما رو پیدا کنیم لذتهای برتر رو یه نشعه ازش دریافت بکنیم یه ذره نشش بشیم بالاخره یه جایی لذت‌های رنجهای پایینی ها رو ببینیم پایان یافتن لذت های دنیایی رو و ملول شدن انسان از این لذت ها رو ببینیم یه مقدار قدرت مدیریت لذت پیدا میکنیم بذارید همینجا مطربی مطلبی رو عرض بکنم حالا میانه بحث هست ولی دوستان دقت بکنن یکی از فلسفه های ازدواج این نیست که دیگه آدم بره لذت ببره و دیگه هرچی دلش میخواد لذت ببره نه فلسفه ازدواج نیست که لذت ببری که دیگه بگی سیر شدم گناه نکنی نه ازدواج کرده های گناهکار هم خیلی زیادن اونا کیا هستن کسانی که در مورد ازدواج بد برداشت میکنن ازدواج میخواد بگه ببین آخرش این بود چیزی نبود ولکن برو سراغ لذت های بالاتر نه اینکه پس حالا بیشین سر سفره بیشین بخور بخور تا بین جوانی به بازوی قیش بخور تا توانی به بازوی خیش نه اینه که با فهمیدی برو دیگه من میدونید به چه زبونی دارم حرف میزنم دیگه یعنی من میخوام خیلی سریح صحبت کنم ازدواج بعضی از لذت ها رو از دماغ انسان میندازه دیگه آدم بله باید بیشتر لذت ببره خیلی بیشتر از این لذت هایی که تو ازدواج هست حالا این میخوای من یه کمکی بکنم این لذت رو که گاوان و خران باربردارم میبرن اونها هم میبرن اونا هم همه هم ازدواج میکنن کلاقا مارها نمیدونم مگسا هم همه گربه ها حالا دیگه این دیگه چیزی نیست یه وقتایی آدم باید یه لذتی رو ببره که دیگه حریصش نباشه بتونه مدیریت کنه یعنی من میتونم بگم فلسفه ازدواج بیش از این که لذت حلال بردن باشه توانایی مدیریت لذت پیدا کردنه چون آدم حریص و گدا گرسنه و عقده نباشه میتونه مدیریت کنه درسته میتونه برتر از اون قرار بگیره و الا اگر بری توی ازدواج بعد بگی که خب حالا من چیکار کنم خیلی لذت ببرم هیچی دیگه زندگی رو برای خود تلخ خواهی کرد برگردم اون نکته رو یه جنبندی بکنم آقا چجوری میتونیم از زندگی از عبادت لذت ببریم یک بعد از اینکه یه مدتی رنج بردی در راه رسیدن به اون نقطه که از نماز لذت ببری از نماز اون موقع لذت خواهی برد و نوش جانت دو رنجی که میبری در ادب در رعایت برای رسیدن به اون هدف خود این رنج کم کم برات لذت بخش میشه و الا اگر این رنج و نبری استعداد لذت بردن از نماز رو پیدا نمی کنی می فرماد چجوری می تونه لذت ببره از عبادت من لا یسوم عن الهوا کسی که از هوا روزه نمیگیره ترک نمیکنه اون اصلا زائقش رو پیدا نمیکنی کسی زائقه لذت بردن از عبادت رو نداش یا غرق لذت هاست که قرق لذت معمولا نداریم حالا من میگم معمولا باید میگم قاطعا نداریم ولی حالا برای اینکه بحث و جدل پیش نیاد میگیم معمولا یا اینکه ذهنش فکرش روحش اسیر لذت هاست هنوزم نمیبره ها هیچ وقت هیچ کس در دنیا قلق نمیشه از لذت اصلا خدا نمیذاره سیستم دنیا یه که خدا حال آدمو میگیره اونها هر زهاش هم حالشون گرفته میشه داغون میشن بالاخره مدیریت این دنیا با خداست مدیریت زندگی تک تک آدم با خداست اگر کسی از عبادت لذت نبرد یعنی چی؟ یعنی این که قرق لذته نه واقعا قرق لذت باشه فکرش، ذهنش، روحش قرق لذته این زائقه لذت بردن از عبادت رو پیدا نمیکنه ما باید لذت ببریم از نماز بله ولی راهش یه کمی طولانیه وقت اگر من و شما غرق لذت نباشیم مست و ای نباشیم خیلی به فکر لذت بردن نباشیم لذت های پست دنیایی مدیریت میکنیم لذتمون رو یعنی در راه رسیدن به اون لذت نماز شروع میکنیم رنج بردن وقت از همین مسیر لذت میبریم این یه لذت جدید دیگه است اگر کسی لذت ادب رعایت کردن رو ببره نمیگه من چرا از نماز لذت نمیبرم نمیگه من چی کار کنم از نماز لذت ببرم راحت کردن ادب برات لذت نداره ول بودن و یله بودن برات لذت داره او یه سطح نازلی از لذت بردن براش لذته خود رنج هم در بلا هم میچشم لذات او خود رنج هم وقتی هدفش قشنگ باشه لذت بخش میشه رنج وقتی به سوی اون هدف قربتن اللهی باشه که نمیخوام اینا رو شعاری گوش بدیدا یعنی آدم به این وجود برسه که خدا لذتش از وجود خدا آدم بهتره و وجود خدا آدم حیاتش لذتش از هر لذت دیگه بیشتره وقتی به سوی او حرکت میکنی با هر رنجی از رنجهای مادی دنیا از این وضعیت لذت میبری این نتیجه مدیریت لذته خب ما باید مدیریت بکنیم لذتهای خودمون رو در جریان مدیریت کردن لذت باید خودمون رو حریص لذت بردنهای پست و پلشت قرار ندیم در جریان مدیریت لذت عقده لذت های پست و پلش رو نداشته باشیم گاهی با کمی نوشیدن از لذت سطح خودمون رو ببریم بالا یعنی رها کنیم از این مرحله بگذریم کسی که ازدواج میکنه یه مرحله از اسارت لذت بیرون آمده فهمیده خبری نیست ها برو اینا یه تکنیکه خدایا لذت که اسیرش میشیم اگه لذت های ممنوعی نیستن به ما بچشان تا از اونها رها بشیم حالا ممکنه یه کسی از ویلا داشتن خیلی لذت ببره خدا یه ویلا به او بنایت بفرما بعد میریم تو ویلاش میریم نشسته رو به قبل داره گریه میکنه زار زار خدا من تو رو میخوام من ویلا میخواستم چیکار فکرم چه خبره خب باری کرد شما با ویلا به خدا رسیدیم چه اشکال داره گفت مگه میشه کسی لذت ببره و ثواب ببره یه جوابی داد که بنده عمرن بتونم بالا منبر تو این جامعه ما اون روایت رو بخونم اصلا هیچ اصلا دادم هیچ حرفشو نزن بریم آقا بله گاهی از اوقات دادم از لذت بردن به خدا میرسه به انواع و اقسام حالا یه روایت که میتونم بخونم الان بذارید اونو بخونم براتون فرمود در روایت متعدد هست حالا صورت مختلفش اینو میشه گفت فرمود یه نفر تشنشه آب میخوره میگه آخ جگرم الحمدلله دوباره میخوره مکس میکنه دوباره میخوره هنوز سیر نشده آخ وای الحمدلله خدا شکرت آب میخوره هم کیف میکنه هم خدا رو شکر میکنه هی هر جرعه که مینوشه ثواب براش مینویسن کسی که میخواد مدیریت کنه لذت رو نباید زیاد گشنه گدای لذت باشه باید لذت چشیده باشه یکی از دلایل رشد معنوی در زمان حضرت بقیه الله الاعظم اربا له الفدا لذت بردن مردمه مردم بیشتر لذت میبرن آدم میشن خب دیگه دعوا ندارن دیگه عقده ای نیستن به همین دلیل اگر بهار آمد و شما در خودت احساس کردی این هوا چقدر لطیفه چقدر نماز میچسبد از خودت تعجب نکن آدمی آدم همینجوری میشه دیگه آدم شریف هوا خوب میشه عبادتش بیشتر میشه دوست داره درکت دو هم بخونه یه وقت فکر نکنی که آقا ناجور نشده ما نوروز خیلی نمازمون میاد اینگاه مارمزونه خب بله آدم شریف با نعمت رشد میکنه دیگه آدم شریف مخصوصا بیکارم باشه آقا برو بگرد پولت هم میدیم مرخصی حساب نمی کنیم آقا چقدر مهربون شدن این محل کارا ما رو تعطیل کردن خب لذتش رو ببر دیگه اگه یه وقتی دی حوض کردی تحقیبات نماز بیشتر بخونی نکن طوری شده ها این کمی معجزه ای شده نه دیگه به آدمیت خودت رسیدی الحمدلله آدم شریفی هستی دیگه این مثالا رو من قدیم میزدم یه طلبه ای بود توی قوم هنوزم هست ایشون اون زمان به من میگفتش که آقا من یه صحبت خصوصی دارم با شما رو بفرمایید بعد از هیئت گفت من اخیرا خیلی تو نماز گریه میکنم اصلا یه حالی شدم اما حالاتی که رزمندگان اسلام و اینا گفتم خب الحمدلله گو آخه من سوالم سر علتشه علتش میدونم چیه چی شده من نامزد کردم میریم خونه نامزدمون ایشون یکی کمی ما ناز و نوازش میکنه آقا دیگه یک نمازی ما داریم بعد نباشه اینا نیست گفتم نه تو آدم شریفی هستی دیگه کی نازت میکنه عبادتت پر رونق میشه آدم پست نعمت بهش میدی مثل گربه بی چشم و روه چشم رو نداره گربه دیگه میگن حالا بنده خدا گربه رو بخوایم ما مذمت کنیم در مق... مسئله دیگه گربه از شما یه گوشتی میگیره از اولین کسی که فرار میکنه خود شمایی سگ از شما یه گوشتی گرفت دیگه از شما فرار نمیکنه بزنیش هم نمیره میگه شما یه بار به با ما گوشت دادیم ما نو کردیم ولی گربه ازت فرار میکنه دفعه بعدم میاد گوشت نشه فقط برای گشنگی میاد اون کاری نداره با تو خیلی میگن گربه بیچشم قدیم قدیما من میشنیدم حالا باید تو ادبیات دید ما توی محیط خاصی هم نبودیم تو تهران میگه این گربه بیچشم روه. دفعه بعد میاد نشه. کاری نداره به کسی به کاسه نگاه میکنه ولی سگ نه به خودت نگاه میکنه دفعه بعد میاد نگو حتما نشه. این این خودتو میخواد با وفاس ما باید لذت ببریم این که میگی ما باید لذت ببریم امکان مدیریت لذت رو برات فراهم میکنه بعد میگی به خودت من چرا کم لذت میبرم حتما استعداد لذت بردن ندارم باید این استعداد رو افزایش بدم البته واقعا من باید یه حرفی اینجا بزنم و اونم این که دوستان به تغذیه مناسب واقعا برسید خیلی سخت شده دیگه الان یه غذای مناسب خوردن غذای بیرون که الان مثلا هیچ تکلیفش معلوم نیست خیلی دقت کنید به غذا اینو خداوند متعال در قرآن کریم دستور دادن حرف اتبا نیست فلین الانسان الی دقت کنه انسان چی میخوره یه بار پیامبر گرامی اسلام یه گلابی رو گرفتن تقسیم کردن بین خودشون ولی ابن عبیتاله فرمود علی جان میل بفرما بخور که این غذا رو خدا برای ما فرستاده خب چون کم میخوردن خیلی لذت میبردن از قضا و امیر المومنین علی علیه السلام فرمان تمام لذت عالم تو این گلابی بود که من خوردم و داستان مفصلی داره آدم باید دقت کنه چی بخوره هرچی جلوش گذاشتن نخوره حالا من نمیخوام برای عید حرفایی بزنم ولی پیش داره میاد همینجوری تو بعضی از مهمونا آقا میل بفرمایید آقا بابا به خدا الان اشتها نداریم ما الان اشتها نداریم اومدیم خود شما رو میبینیم مثلا نه میل بفرمایید حتما بابا زور که نباید بگی که بله یه جوری باید بگی که تو رو درواسی گیر نکنه شرمنده سفره بلنشه بره نه اون چیزی که میل داره بخوره واقعا ولی از اون طرف زورم نباید کرد ما وقتی به خودمون میگیم ما باید لذت رو مدیریت بکنیم بخشی از این توانایی برای مدیریت لذت رهایی ذهن از گدایی شدید لذت بخشیش توقع ما از خودمون که ما باید بیش از این لذت ببریم یه, کار، یه جایی کارم ایراد داره نکنه غذام ناجوره نکنه مثلا به قول معروف به قول معروف که چه ارز بکنم هجامت نکردم خونم غلیز شده نکنه حاضر نیستم سختی بکشم برای رسیدن به لذت برتر نکنه ارتباطم با خدا کم شده نکنه ارتباطم با اهل بیت کم شده نکنه هوس بازی کردم در دلم یا در رفتار خودم که دیگه نمیتونم به لذت های برتر برسم ببینید سه تا نکته دوتاش اینه یکی دیگرش هم اینه که آمادگی داشته باشه انسان برای رنج بردن برای رسیدن به لذت برتر و آمادگی داشته باشه انسان برای نوبت لذتش فرا برسه این نوبت لذتش فرا برسه هم یه مقوله عجیب غریبیه خیلی عجیب غریبه دوتایی که تا حالا عرض کردیم که دیگه معلوم شد دیگه آدم واله لذت باشه نمیتونه مدیریت کنه لذت رو باید کم کمی بیاد کنار آدم از خودش توقع لذت بردن نداشته باشه لذت های عالی و بسیار لذت بخش نمیتونه مدیریت کنه لذت رو چون مدیریت اساسا اهداف عالی میخواد آدم دماغ در به داغونی که یا با حسادت و بخل و این جور خصلت‌ها لذت رو در خودش نابود کرده یا با دون همتی خودش رو در سطح لذت‌های پایین نگه داشته هیچ وقت نمیتونه مدیریت لذت بکنه تا اون لذت‌های بالقوه و بالفعل بکنه استعدادهای لذت بری خودش رو شکوفا بکنه اما نکته بعدی این است که انسان بتونه رنج بکشه. کسی میتونه مدیریت لذت بکنه که از رنج نترسه مدیریت لذت مدیریت رنج هم هست اصلا این دوتا یکی هستن یه بار این اسمشو میتونی ببری دو روی یک سکه هستن بعضی ها از رنج خیلی میترسن نترس زندگی رنج داره دل به دریا بزن مادرها خیلی باید بچه هاشون رو آماده بکنن برای رنج مادرهایی که رنجهایی رو تحمل میکنن کاملا انتخابی که پدرها نمیتونن تحمل بکنن خب مادر این روحی خودتو منتقل کن به بچه اینقدر بچه خودتو لوس بار نیار مادری که وضع حمل میکنه اون رنج شدید رو در وضع حمل تحمل میکنه همه هم, هم میدونن ولی مردانه میره به سمتش چه شیرزنیه این زن؟ چه انسانیه که استقبال میکنه از یک رنج و بعد رنجهایی که در پیش هست که ائمه حدا فرمودن هیچ بچه نمیتونه این رنجهای پدر مادر خودش رو پاسخ بده به همین دلیل حق مادر به بچه سنگین تر میشه خب بابا شما که ماشاءالله خود اهل رنجی ترس از رنج نداری خب این توانایی رنج بردن رو به بچه خودم منتقل بکن ولی نمیتونه مدیریت لذت بکنه مدیریت لذت یه پایش اینه که انسان بتونه رنج ببره هم رنج ببره برای رسیدن به لذت آتی که در آینده میاد و اکتسابیه هم رنج ببره برای مدت زمانی که لذت نیست حالا مکانیزم رو نگاه کنید شما سیستمی که خدا طراحی کرده سیستم و مکانیزم نخواهیم بگیم فارسیش چی میشه؟ ساختار سامانه سامانه که یاد سام... استعمالات دیگه میفتیم برای سامانه ساختار س... ساز و کار حالا شاید اگه گذاشتن که ما میگیم چشم یعنی چون استعمال نمیشه کمی غریبه اه... خدا جوانها رو کی با لذت آشنا میکنه معمولا پنج شیش سال هفتش سال مثلا حد اقل سه چهار سال قبل از اینکه که جوانها بتونن لذت ببرن اونها رو با لذت آشنا میکنه یعنی به بلوغ جنسی میرسه چهارده سالگی حالا که نمیتونه ازدواج کنه که متوسط باید یه سه چهار سال بگذره متوسط باید یه پنج سالی بگذره البته کسانی که زندگی طبیعی تری دارن اونا میتونن 17 سالگی ازدواج بکنن چون دیگه کشاورزی که داره میکنه و از این ورم دیگه میتونه ازدواج کنه دیگه زندگی طبیعی هم داره آدم طبیعی هم زودتر ازدواج میکنه میدونید که هوای طبیعی استنشاق میکنه صحنه های طبیعی میبینه تو وضعیت طبیعی داره راه میره رو خاک قدم میگذاره رو سنگ میشینه نون <تصفح> تازه میخوره نمیدونم حالا جوان شهری دیر ازدواج میکنن خب اینا دو جنسن از هم دیگه فرق میکنن ولی حالا اونی هم که تو روستاس میخواد ازدواج بکنه سر چهارده سالگی که بالغ میشه که معمولا ازدواج نمیکنه که یا همینطور خانم میگذارن بمونه برای بعدن این اون سیستمیه که خدا طراحی کرده که شما بیاد چیکار کنید زمانی با لذت آشنا میشی بعد میگه نوبتت نیست حالا سب باید بکنید تا لذت ببری این یکی از اتفاقهایی است که باید بیفته در زندگی و تو هر زمینه اینجوریه تو هر زمینه صبر برای رسیدن به لذت یکی از رنجهاست بسیاری از لذتها میرسه سجنه نکن حالا وقتش بشه بگو وقتش بشه شیطان انسان رو حریص رسیدن به لذت میکنه عجول میکنه برای رسیدن به لذت داغون میکنه آدمو وقتش بشه خودش میاد در خونتو میزنه خب من تا اون مدت زجر بکشم بله پس دو نوع زجر ما داریم دو نوع رنج ما داریم کسی که میخواد مدیریت لذت بکنه باید این دو نوع رنج رو هم تحمل کنه یکی رنجی که برای رسیدن به لذت برتر هست یکی رنجی که نه برای کسب و اکتساب هست صبر هست تا بیاد تو کارش نمیتونی بکنی اون باید بیاد وقتش بشه برسه یه وقتی از انقدر ادب در عبادت رعایت میکنی تا به لذت عبادت برسی یه وقت هستش که برای رسیدن به بعضی از لذت ها باید صبر کنی کاری هم نمیخواد کسب و اکتسابی انجام بدی ولی در این مدت خب بالاخره یه رنجی داره دیگه اون رنجه رو بکش رنجه رو تحمل کن بعضیا تحمل نمیکنن یا مثلا رنج های دیگری هم هست که آدم باید تحمل بکنه رنج دیدن لذت دیگران در حالی که انسان خودش هم به اون لذت احتیاج داره و ما هم آدمی ما ما هم دل داریم خب ولی بی خیال باش بگو نوش جونش و رو تو اونور کن چشم تو به قول خداوند متعال در قرآن کریم دنبال لذت دیگران ننداز بدبخت میشی لذت تو هرچی هست میاد اونم حسرت تو رو خواهد خورد مدیریت رنج پس سه پایه اساسی پیدا کرد مدیریت لذت اولا مدیریت لذت که آن روی سکه مدیریت رنج فرق نمیکنه که ما در بحث رنج کوبیده بودیم و اومده بودیم میگفتیم از رنج نباید بترسیم و برای اینکه از رنج نترسیم کلی حرف زده بودیم لقد خلقنا انسان فی کبد اصل در این دنیا بر رنجه و لذت چیه؟ لذت برای اینکه نفسی بکشیم مثل کسی که شنا میکنه یه نفسی رو آب میکشه و بازم میره جلو این از این ولی لذت هم باید ببریم برای مدیریت لذت سه تا شرط بسیار اساسی وجود داره ارزم تمام شرط اول واله لذت نباشی که بتونی از بیرون بهش نگاه کنی اسیر عبیرش نباش نذار کسی هم تو رو اسیر عبیرش بکنه گشن گدا نباش برای لذت یکی دیگه این که باید انسان بتونه چیکار بکنه دومین عامل رو چی عرض کردم توقع داشته باشه احسن از خودش که عالی لذت ببره نه دانی نه حد اقلی اصلا از خودت انتظار داشته باش من باید به بالاترین لذت ها برسم البته بالاترین لذت ها معنویه طبیعتا بیچون لذت متوسط با سلامت روح انسانه لذت عالی با تکامل روح آدمه لذت حد عقلی هم همین گاوه و است که گفتیم دیگه ببخشید اسمشون رو میبریم در محضر شما اونا لذت های حد اقلی دارن خب آدم از خودش باید انتظار داشته باشه که لذت زیاد ببره بله این هم حرس آدم رو به لذت کم میکنه چون به حس آدم کی از لذت کم میشه وقتی که احساس نکنه منعی براش وجود داره بابا منع نیست تو باید به لذت های بالاتر برسی و همه چی باید برسی در کنار هم دیگه همه جور لذتی رو باید ببری این انتظار لذت بردن افزایش پیدا میکنه قدرت مدر. ببینید مورد اول این بود حریص لذت بیارزش نباشین دومیش این بود که انتظار توقع لذت های عالی داشته باشی فرق میکنه این دوتا با هم دیگه در تناقض هشت وحدت شرط دار متناقض نیست این هر. و بعد از اون طرف توانایی تحمل رنج و انسان داشته باشه انواع و اقسام رنج هایی که در این زمینه برای انسان پیش میاد حالا دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم و حالا این ادامه همین روایت امام هادی علیه السلام بخونم از بین ده ها روایاتی که برای شما آورده بودم امشب که بعضیاشو از حفظ گفتم یه دونش هم خوبه بد نیست چون لحن امیر المومنی علیه, علیه السلام در این روایت خیلی لحن سمیمانهیه بگم براتون جالبه ادامه اون روایت چی بود؟ والجوع یزود و فیقی تعام گشنگی اضافه میکنه در خوشمزگی تعام لذت غذا خوردن و گشنگی افزایش میده ببینید مدیریت رنج بلد یعنی تحمل رنج بتونی بکنی میتونی مدیریت بکنی لذت بردن خودت رو حالا روایات درباره بحثمون که زیاد بسیاریشو برای شما خوندم ولی بگذارید این روایت رو اشاره کنم بله در بهار این روایت آمده که یک کسی از اطرافیان خاص امیر المومنین علی علیه السلام نوشته کننا فی بیت معلی علیه السلام و نحن شیعته و خواسته ما با امیر المومنین علی علیه السلام نشسته بودیم و ما شیعه و از خواص امیر المومنین علی علیه السلام بودیم. فلتفت علیون یه نگاهی کرد امیر علی علیه السلام به ما فلم یون کرمن نا احدن الهی فداش بشن دید غریبه بین ما نیست فقال ببینید چه شرایطی امیر زندگی میکردن واقعا حرفای خصوصیشون رو تو جمع نمیزدن برای همه یه کمی تصور کنید این حرف یعنی چی ما رو نگاه کردید نه ما هیچ کس از ما خصوصی نیست ما همه شیعیانش هستیم توجیهی مسائل و حسابی فرمود ان هاولا ها سیز علیکم اینایی که ما الان داریم باشون می جنگیم بر شما چیره خواهند شد خبر بدیه دیگه مثل اینکه الان مثلا ما جمع بشیم یک کسی خصوصی صاحب دل برگرده به ما بگه ببین میان ما پدرمون رو در میارن میدونید یه دفعه ته دل خالی میشه فیقتعون ایدیکم و یسملون اعیونکم دیگه بر شما که تسلط پیدا میکنن دست و پاتون رو قطع میکنن و چشماتون رو در میارن و من بهتون گفته باشم یه نفر برگشت گفت آقا اون وقتی که اینا بر ما پیروز میشن شما هستی؟ حضرت فرمود نه خب معلومه که من نیستم بعد نگاه کرد حضرت دیدی که داره گریه میکنه حالا گریه او ظاهرا به خاطر رنجهایی بوده که میخواد براش پیش بیاد چون ایمان داشتن به امیر دیگه میدونستن آقا داره خبر میده شما به قربت خواهید افتاد و تیکه تیکتون میکنن شاید هم مثلا برای مثلا شهادت خود حضرت گریه کرده ولی ظاهرا اینجوری نبوده بعد آقا یک جمله ای بهشون فرمودن اولش یه تیکه خودمونیه که حالا من عبارت عربیشم نمیخونم ولی ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم اینجوری میشه که آی دیوونه چه گریه میکنی مثلا یه چیزی تو مایه های احمق مونده نه به صورتی الان احمق توهینه نه اتورید به لذات فی دنیا اد درجات فی الاخره تو میخوای هم لذت تو دنیا ببری هم درجات آخرت رو به دست بیاری خب دیونه این که من دارم بهت میگم نتیجهش اون درجات آخره دید چه گریه میکنی دو سه تا انما وعد الله الصابرین خدا وعده داده به صابرین دو سه تا نکته تو این روایت بود گفتم از متن روایت نگذریم اولا حضرت چقدر صمیمیه با یاران خودش بهش میگه دیوونه چه گریه میکنی قصه نخور حالا دیوونه به تعبیر منه ها اینجا هیچ کلمه تو مایه های مثلا احمق نباشه و اون جمله دیگهش که نگاه میکنه ببینه همه خصوصی هم بعد بهشون بگه بعد خبر از آینده بهشون میده و اونها رو دعوت میکنه به صبر چقدر امیر قریب بوده اون وقت شما انتظار دارید این علی در این قربت بنشینه جایی مجلس روزه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیره بنشینه برای کسی تعریف بکنه واقعا شرایط مولا سخت بوده. قدر شرایط الان خودتون رو بدونید. معجزه شده ما تو این شرایطیم که رهبر انقلابمون از بد و رهبریش مینشست ایام فاطمیه روزه میگرفت برای مادرش فاطمیه زهرا. همه دنیا میبینن. خب معلومه ابلیس کفرش در میاد. ناراحت از این که اینا تونستن برای فاطمه عزاداری رسمی میکنن حالا بدون این که توهینی باشه و لعن و صبی باشه و وحنی باشه خیلی باید قدر بدونیم بعد حالا تو این شرایط این مثلا هم هست دیگه شاید شاید واقعا دیگه دوران, دوران قربت تموم شده شاید دیگه آخراشه چون حق وقتی ظاهر بشه تصاعدی میره جلو و پیروز میشه و راهش باز بشه پیروز خواهد شد واقعا تو شرایط خاصی ما هستیم شاید به همین زودی دیگه آقامون بیاد قبر گم شده مادرش فاطمه رو به ما نشان بده انتقام سیلی رو بگیره انتقام تازیانه ها رو بگیره یعنی میشه ما ببینیم حضرت با غلاف شمشیر کسی رو میزنه بچه شیعه ها همه از هم بپرزن قنفوزه قنفوزه شاید نمیدونم صلی الله علیک یا بنت رسول الله اومد صدا زد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دید پیغمبر اکرم بد جوری داره گریه میکنه اصحاب هم دیگر رو خبر کردن هیچ کس جرعت نمیکنه بره جلو سلمان گفت من میدونم چجوری باید پیغمبر رو ساکت کرد من راهی رو بلدم الان پیغمبر رو میشه وادار کرد به لبخند زدن گفتن چجوری گفت بگید فاطمه بیاد همچی که صدا میزنه بابا دلش آرام میگیره گفتن خب خودت با این خانواده نزدیکتری برو رفت فاطمه زهرا سلام علیها رو صدا زد میشه شما بیاد یه سر بزنید به بابا باباتون خیلی دارن گریه میکنن رسول خدا آرام بگیرن حضرت چادر به سر کرد آمد اومد از جلو چشم سلمان عبور کنه سلمان چشمش به چادر خاکی و مندرس فاطمه افتاد شروع کرد گریه کرده فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ پیر مرد عرضه داشت خانم من دختر پادشاهان و ملوک رو دیدم آخه شما دختر پیغمبری اینقدر افتاده زندگی میکنید فرمود ما اهل بید لذت اون دنیا رو انتخاب کردیم این دنیا برای ما چیزی نمیمونه اومد تو مسجد صدا زد بابا یا رسول الله عشق چشم پیغمبر خشک شد واقعا بوی بهشت از فاطمه استشمام میکرد نه فقط پیغمبر بچه هاش هم بوی بهشت از مادر ما میکردن امیر المؤمنین هم بوی بهشت و حساب کنید الان چند روزیه این بوی بهشتی از خانه علی رفته چقدر هولناکه اگر یه خانواده با چهار تا بچه قد و نیم قد مادر جوانشون رو به مرگ طبیعی از دست داده بودن امروز عصر جمعه خونشون چه خبر بود همه به هم نگاه میکردن گاهی یکیشون بغض میکرد میرفت یه گوشه یه عشق میلید.